دوستا و هموطنهای عزیز سلام، امید که در هر جایی کسی جور و سلامت و صحتمند باشید. مهدی توانا هستم، با یک ویدیو جدید در خدمت شما عزیزان قرار دارم. در این ویدیو با تمام سوال های شما عزیزان که در کمند ویدیو ها پرسان کرده بودین و یا در فیسبوک شخصی یا اینستاگرام ما پیام داده بودین پاسخ خواهیم داد. و قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنم، از تمام شما دوستان عزیز تشکری میکنم که تا حال مرا حمایت نمودید. ویدیو را تا آخر ببینید تا با پاسخ تمام سوالایی که پرسان کرده بودید برسید. گپ میزنیم. سوال اولی که پرسان شده از ما ای است که من فارغ تحصیل دانشگاه هستم، اما نه مدرک دانشگاه را گرفتیم و نه شهادتنامه 12 را داریم. آیا میتونیم ثبت نام کنیم یا نه؟ دوست عزیز، شما وقتی که برنده شدید حداقل 1.5 سال وقت دارین تا کارهای خود پیش ببرین و شما حالا که ثبت نام کردید اما درجه تحصیلی که دارین انتخاب کنین و بعد از اینکه برنده شدید بخیر میتونید به دانشگاه یا مکتبی که درس خواندین درخواست بدین تا مدرک خود دریافت کنین. و دیگه برادر ما پرسان کرده که برادر عزیز، من هیچ نمیدونم از کدام سایت ثبت نام کنم یا از کدام طریق ثبت نام کنم. دوست عزیز، ما سایت خود وبسایت دیولاتری رو در کمنت ویدیو و در دیسکریپشن ویدیو مانده. شما میتونید از اون طریق روی مستقیم روی خود سایت دیولاتری رفته و ثبت نام خود انجام دهید. و دیگه دوست ما پرسان کرده که ما از طریق تلفن ثبت نام کردیم و دکمه کنتینیو رو که میزنم میگوید که حداقل یک خطای وجود دارد، در حالی که تمام گزینه ها را به طور درست خانه پری نمودیم. شما حتما یا اینترنتتون ضعیف است یا کدام گزینه از پیشتون خالی مانده که فرمتون کنتینیو نمیشه. حتما اینترنت خود را چک کنین و فرم را هم دقیق چک کنین که کدام گزینه از پیشتون خالی نمانده باشه. و دیگه دوست ما پرسان کرده که ما پاسپورت ما در ماه 9/2022 اکسپایر میشه، آیا کدام مشکل نیست که ثبت نام کنم؟ در قسمت پاسپورت دوستای عزیز، پاسپورت شما اگر وقتش قبل از ماه اکتبر 2021 تمام شده، شما نمیتونید با او پاسپورت ثبت نام کنید. و شما اگر پاسپورت شما حتی تا 9 نوامبر 2021 وقت داره، شما میتونید با او پاسپورت ثبت نام کنید. پس فقط مهم ای است که در وقتی که شما ثبت نام میکنین، وقت پاسپورت شما از اون لحظه اکسپایر نشده باشه. و دیگه دوست ما گفتد It was very helpful, thank you. تشکر شما دوست عزیز که ما را حمایت نمودید تا این حال. و دیگه دوست ما پرسان کرده آیا عکس را با گوشی میشه بگیریم؟ دوست عزیز، عکس را ما طریقه عکس که توسط موبایل بگیریم و ادیت نماییم هم آموزش شده این ویدیو در این چینل ماندیم، شما میتونین چک کنین. و عکس اگر تلفن شما عکس خوب میگیره، شما میتونین با گوشی هم عکس گرفته و ایدیت نماین برای ثبت نام آماده کنید. دیگه دوست ما پرسان کرده که با عرض سلام و خسته نباشید، ماها به ترکیه هستیم، آیا قبول میکنن از طریق فرم ها شرطی ملتیجی هستیم؟ میشه ما را راهنمایی کنید؟ من انگلیسی بلد نیستم، باید چه کار کنم؟ با همراهی خانواده هم از 2013 به ترکیه ساکن شده ایم. ما قسمت ملتیجی رو متوجه نشدیم که منظور شما چی هست دوستو، ولی شما میتوانید از خود ترکیه هم ثبت نام کنید و سکونت فعلی خود ترکیه انتخاب کنید و بعد از او سکونت اصلی خود افغانستان و یا هر کشوری که هستید انتخاب کنید. دیگه دوست ما پرسان گفته که سلام آقای توانا، تشکر از ویدیوهای خوبتان. تشکر شما دوست عزیز که ویدیوهای ما را میبینید. و دوست عزیز ما پرسان گفته که آقای توانا، میشه لینک ثبت نام بدون پاسپورت برای بفرستید؟ دوستای عزیز، در این قسمت شما دقت کنید، لینک یک لینک است، وبسایت یک وبسایت است، فقط در قسمت پاسپورت، در آپشن پاسپورت که است، شما فقط آپشن با پاسپورت و بدون پاسپورت انتخاب میکنید. دیگه هیچ لینک جداگانه برای کسایی که بدون پاسپورت ثبت نام میکنه وجود نداره. دیگه دوست ما پرسان کرده که لالا، کسی که طفل نداره باز چه قسم کنه؟ در این قسمت ما متوجه نشدم منظورتان چی است، ولی شما مشکل نداره، این شرط الزامی گرین کارت نیست که شما حتما باید طفل داشته باشین تا ثبت نام کنین. یا منظور این دوست ما بوده که کسایی که مثلا
زن و شوهر ثبت نام میکنه، باید طفل هم حتما داشته باشه یا نداشته باشه؟ تو قسمت الزامی نیست، شما بدون طفل هم میتونید ثبت نام کنید. و دوست دیگه ما پرسان که دوست عزیز، من در بخش پاسپورت گزینه سوم انتخاب کردیم، چطور میشه؟ در قسمت پاسپورت اگر گزینه سوم انتخاب کردین هم مشکل نیست، ولی گزینه دوم برای افغانستان صدق میکنه که ما فعلا تحت حاکمیت امارات اسلامی قرار داریم. و دیگه دوست ما پرسان کرده که توانای عزیز هیچ به پارت دوم نمیره، چی کار کنم؟ حتما انترنت شما ضعیف است، چون ما خود ما هم به این مشکل زیاد مواجه شدیم در اینجا، یکی انترنت ضعیف است، یکی سر وبسایت زیاد بیرو بار است. شما که به پارت دوم نرفت حتما دوباره کوشش کنید. و دوست دیگه ما پرسان کرده که سلام آقای توانا، من خودم برنده لاتری 2022 هستم و فرم DS 260 خود را هم سابمیت کردم. برای لاتری 2023 می توانم همسر خود را به عنوان کیس اصلی ثبت نام کنم؟ شما می توانید همسر خود را به نام کیس اصلی ثبت نام کنید و نام خود را هم درج کیس خانم خود کنید، اید مشکل نداره، ولی به نام خود اگر فرم DS به نام خود دیوی لاتری را دوباره ثبت نام نکنید بهتر است، ولی به نام خانم خود می توانید ثبت نام کنید. و دیگه دوست ما پرسان کرده که سلام، بعد از خانه‌پری فرم DS-260 اسناد رو بفرستیم و دیگه چی کار رو باید کنیم؟ لطفا یک معلومات دقیق را کنید. دوست عزیز، در قسمت فرم DS-260 و مراحل بعد از ثبت نام، بعد از برنده شدن در گرین کارت آمریکا، ما دانه دانه معلومات دادیم برای شما. ویدیوهای قبلی را حتما ببینید. تمام سوالی که شما راجع به مراحل بعد از برنده شدن در گرین کارت آمریکا دارین پاسخ خواهید دریافت کرد. و دیگه دوستان پرسیدن که روند کاری برندگان 2022 از افغانستان چگونه پیش بینی میکنید؟ احتمال ویزا گرفتنشان است؟ 2022 را احتمال ویزا گرفتن است و کسایی که محل انترویو خود خارج از افغانستان انتخاب کردن، دیگه کشور انتخاب کردن خو مشکل نیست، و کسایی که افغانستان انتخاب کردن هم باید درخواست بدن که محل انترویو خود تغییر بده، چون سفارت کابل بسته شده. و در این قسمت هم ویدیوهای بعدی خواهیم ساخت و برای برندگان لاتری ویدیوهای زیاد و معلوماتهای جدید را حتما شریک خواهیم ساخت. دیگه دوست ما پرسون کرده که آیا بدون پاسپورت هم امکان دارد؟ دوست عزیز، شما اگر ویدیوهای ما را دیده باشین، ما در هر ویدیو منشن کردیم که بدون پاسپورت ثبت نام ممکن هست. و دیگه دوست ما پرسون کرده که سلام مهدی جان، عکس اگر خراب باشه هنگام ثبت نام قبول نمیکنه چون خراب بود؟ وقتی ثبت نام قبول نکرد، ولی وقتی درست کدام قبول کرد؟ بعد از این خو از عکس خراب باشد کدام مشکل خو پیدا نخواهد کرد؟ این سوال کم داره حساب تایپی پس شده بود، ولی منظور شما رو گرفتیم. این بود که شما گفتین اگر عکس تا وقت ثبت نام قبول باشد، قبول شوه، یعنی فرم رو سابمیت کنیم، باز بعد از او کدام مشکل نمیشه؟ دوست عزیز، وقتی که شما در خود وبسایت دیولاتری برین، اونا معیارهای عکس گفته که باید عکس چگونه باشد، و عکس رو باید استاندارد طبق خود چیزایی که وبسایت دیولاتری گفته باید آماده کنین. بعد از او دیگه مشکل پیش نمیاد، و وقتی که سابمیت شد هم هیچ مشکلی پیش نمیاد. مهمیه که معیار عکس که اونا گفته باید اون قسم معیاری باشد عکس. و دیگه دوست ما پرسون کرده که مهدی جان، بک‌گراند عکس من توسط فتوشاپ بود، اما وقت ثبت نام قبول کرد، یعنی ثبت نام موفق آمیز بود؟ بعد از سپری شدن ثبت نام با موفقیت کدام مشکل پیدا نخواهد شد؟ در این قسمت هم گفتیم دوستان که عکس طبق استاندارد که استاندارد و معیاری که اونا خود دیولاتری گفته باشد هیچ مشکلی پیش نمیاد. باز در این قسمت حتما هم دقت کنید که عکس خود جدید بگیرین و بک‌گراند سفید باشه، مشکل نداره که توسط فتوشاپ سفید شده یا بک‌گراند اصلی شما سفید بده، مهم یک روی چهره کار نشده باشد و عکستان طبیعی و کاملا طبیعی طبیعی باشد. دوستای عزیز، این بود تمام سوالایی که شما پرسان کرده بودین. بازم هر سوالی که راجع به پروسه گرین کارت داشتین در کامنت ویدیو پرسان کنین، من در خدمت شما هستم، بزودی به تمام سوالای شما پاسخ خواهم داد. و اگر بعد پیام تمام شما دوستان پاسخ دادن نمیتونم، معذرت خواهی میکنم، بخاطر که تعداد پیام ها بسیار زیاد است و وقت ما بسیار کم و وقت برای ما بسیار ضیق است. از همه خاطر با تمام سوالای شما دوستان، با تمام پیام های شما
پاسخ دانه به دانه پاسخ داده نمیتونیم. ها باز هر سوالی که شما داشتین پرسون کنین، ما حتما جواب سوالای شما را خواهیم داد. و ویدیو ها را با دوستای خود شریک سازید تا اونا هم هر سوالی که راجع به پروسه گرین کارت داشتن به پاسخ های خود برسن و این چانس طلایی را هیچ کس از دست ندهد. پس تا ویدیوهای بعدی، خدایا رو نگهدار شما.